بله، برگشتیم دوباره به استودیو و خیلی خوش آمدین. تشکر از تمیم جان و مهمانای خوبی که داشتن و در رابطه با موضوع عکس و عکاسی، یکی از زیباترین و ماندگارترین خاطرات که همه ما شما وابستهش هستیم. عکس و عکاسی از هر جا برویم دیگه کار نتانیم، خود ما به خود سلفی میگیریم. داخل استودیو بازم مهماندار هستیم، دو مهمان خیلی خوب دوست داشتنی با ما هستن، آقای فیصل سلطانی و آقای فرید عثمانی. سلام، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر. یک سلام جداگانه به تمام عزیزانی که هنوز ما را از تلویزیون شبکه یک میبینن، دیگه در خدمت هستیم. سلامت باشین فیصل جان. سلام، صبحت بخیر. سلام بر خودتان و سلام گرم بر بینندگان تلویزیون یک. امی ورزشکارا یک ویژگی خاصی که دارن، همیشه با انرژی، با تحرک. ولی ما اولین بار است میبینیم یک ورزشکار اینقدر بی انرژی صحبت میکنه. چی گپ شده؟ نه خیر نید دیگه. صبحانه نخوردین؟ گپ نید. خوابتان پورا نشده؟ که میخواستم که فیصل از موالتی که یا نمیدانم زیر تاثیر رفته یا چی از موالت بیرون شده، بر صورتش تیم 23 سال فوتبال میشه در رابطه با این شروع بکنیم. از آقای فرید عثمانی میشنویم، اینا ترنر هستن و چه کارهای فعلا زیر دست دارن برای تیم 23 سال چی میکنن؟ خب در قدم اول همه تیم ملی 21 سال که ما خودم مربیش هستیم، تیم ملی 23 سال هم قریب سفرش بود که سفر کنسل شد بدبختانه. اون مربیش استاد الیاس منوچهر است. درست. دیگه تیم 20 سال زیر 21 دیگه مربوط ما میشه. باز ما مربی تیم عقابان اندوکش هم هستم. حالا ورزشکار بودن یا امی پلیر بودن سخت است یا ترنر بودن؟ چون فیصل یک پلیر است، میال فکر میکنه خوب اگر من ترینر میبود و فیصل بگوید. حدس میزنم که ترینری مشکل تر است. ترینر بودن مشکل است. بله. امی رقم است؟ عثمانی صاحب؟ امی تمام کارهای مربیگری که است بسیار مشکل است. چون اولین پرسش از مربی میشه. اولین اگر تیم ببازه، ببره، پرسش اول از ترینر میشن، نه از منیجر تیم میشن، نه از کمک ترینر میشن. این روزها بیشتر همه مصروف لیگ هستن و کارهای لیگ فکر میکنم خیلی هم زیاد است. چطور از کارهای لیگ چطور پیش میره و چی میکنین؟ شما شاهدش بوده که یک و نیم هفته پیش قرار بود که یک تورنمنت چهار جانبه برگزار شود که دو تیم شاهین آسمایی بود، تیم دمیوان دتلان، طوفان هریرود و عباسین سپه. باز گفتم که همه تیم عقابان اندوکش هم اضافه شد همراه سیمرغ البرز که قهرمان بود سیمرغ. باز ما خودم در فدراسیون بودم، گفتن میشه تیم آماده شد. ما گفتم ما در خدمت هستیم، بچه ها زنگ بزنیم کلش آماده هستن انشاءالله. باز شش تیم شد، این شش تیم قرعه کشی شد، یک جام به نام جام امن مانده شد که در ما بچه های ما با زحمت های با عرق ریزی های خوب توانستیم که بسیار یک نتایج خوب بگیریم که بازی اول ما مقابل طوفان هریرود بود که طوفان هریرود 3-1 شکست دادیم و بازی دو ما همراه عباسین سپه بود، عباسین سپه را 2-2 مساوی کردیم. بازی سیوم ما که بازی ها رد رد بود، بسیار فشارده بود، میخواستن که زود خلاص، هوا سرد بود. نگه بازی سیوم ما همراه شاهین آسمایی بود، شاهین آسمایی قهرمان هم شد. تیم قهرمان ما مقابلش خوب فوتبال کردیم تا دقای 82 ما 1-0 سر شاهین پیش بودیم. باز بدبختانه که یک دفاع ما روی اشتباه فردی یک گل اشتباهی خوردیم، یک مساوی شدیم. باز بازی سوم و چهارم ما همراه تیم سیمرغ البرز بود که سیمرغ البرز بچه های ما از لحاظ توانایی ها کمی پایان آمده بود چون بازی فشرده بود، دو سه مصدوم داشتیم، یک دو سه بازیکن ما دو کارت شده بود، کارت سرخ گرفته بود، در بازی حضور نداشتن.
باز ما 4-1 مقابل سیمرغ واگذار کردیم. بازی پنجم ما که مقابل میوند طلان بود تورم، خوشبختانه بچه با زحمات بچه با کوشش خود ما توانستیم 3-0 شکست بدیم. چه خوب. فیصل جان باز به کدام تیم هستین؟ باز به تیم قربان هندوکش. و همچنان در ردای سینی تیمای ملی بودیم و همچنان حضور در تیم 23 سال افغانستان. چطور بودی در این دور مسابقات؟ این دور مسابقات از تاریخ خود فدراسیون فوتبال به نام جام امن یک تورنمنت برگزار شد. خوشبختانه ما در این تورنمنت تانستیم نتایج خوب کسب کنیم. از تیمایی که مدعی قهرمانی بود، طوفان هریرود، شاهین آزمایی و همچنان میوند طلان، ما تانستیم که این تیما را دو تیم شکست بدیم و یک تیم مساوی کنیم و بدبختانه یک بازی را واگذار کردیم. نسبتا 3 امتیاز از قهرمان پایین‌تر بودیم. تیم شاهین آزمایی قهرمان شد. خیلی مبارک تیم شاهین آزمایی. و حالا میخوایم امی ورزش، مخصوصا ورزش فوتبال، یک جنون و دیوانگی خودش را داره. بیشتر شما از هوای سرد صحبت کردین، ما بعض ورزش های بیرون مرزی را دیدیم که برف می آمده، باران بوده، حتی برف را ما دیدیم که مکمل روی چمن برف بوده، ولی ورزش امو جریان آفرینو جریان داشته، متوقف نشده و مردم هم تماشاچی هم دانمو حالت هم کسی اگر چتر داشته یا نداشته شیشتن تماشا کردن. حالا خود با هنوز فصل خزان بود دیگه، قدر هم نباید ورزشکارای ما نازده نباشن. از ما شما خود شرایط افغانستان دیده که یک تحالات آمد، تیما کلش استراحت بودن و بچه ها تمرین نداشتن. فوتبال هم یک فوتبالی است که ورزشی است که تمام علاقمندان بیشتر زیادی داره. دیگه او کشورهایی را که تو مقایسه میکنی به افغانستان، دیگه او امکانات خیلی بالایی دارن. من نمیخوای وطن خود ما را از هیچ جای دنیا کم ببینم. ما انشالله این دیگه قریب روز سه شنبه مسابقه تیم ملی ماست که دعا میکنیم بخیر پیروز میدان شویم. شاید از شبکه آریانا پخش زنده شد. درست درست. ما به امید موفقیت و امی که مسابقه خوب داشته باشن تیم ملی ما، همه ما دعا میکنیم و منتظر صبرانه منتظر مسابقه هستیم. و تشکر از شما دو نفرم که تشریف آوردین، زحمت کشیدین، ممنون. و ما همیشه مدیون زحماتتان هستیم، از شما باشی. و از بازیکنای ما حداقل یک سرگرمی در این شب و روز شما هستیم بر ما. بخیر باشی، سلامت باشی. یک تشکری خاص ما از تلویزیون شبکه یک میکنیم که ما را دعوت کردن و یک تشکری دیگه هم از ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان میکنیم که همچون تورنمنت ها را برگزار میکنن و بخصوص کادر فنی ما که طاهر رؤوفی است، همینطور تورنمنت ها را و برنامه های پلان های خوب فدراسیون فوتبال افغانستان را به پیش میبرن. خیلی ممنون، سلامت، تشکر از اینکه تشریف آوردین، خیلی خوشحال ما ساختیم. سلامت باشید. عزیزای برنامه میریم یک سروده خیلی زیبا را از سمی یوسف با هم یک جا میبینیم و با پخش میاهنگ همه شما عزیزان را به خداوند یکتا میسپاریم. تا فردا، خدا نگهدار.